ذخایر کافی ارزی ایران پشتوانه ثبات اقتصادی. رئیس بانک مرکزی گفت ایران 150 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که پشتوانه مناسبی برای کشور است. معاون اول رئیس جمهور هم امروز گفت ملت ایران هرگز در راه ترقی و پیشرفت خود توقف نخواهد کرد و در مقابل همه زیاده‌خواهی ها و تحریم های ظالمانه با قاطعیت خواهد ایستاد. آقای رحیمی افزود قرارگاهی برای مقابله با توطئه های اقتصادی دشمن طراحی کرده ایم که مشغول فعالیت است. اروپایی ها و آمریکا برای اینکه یکم دیگه فشارهای همیشگیشون رو به ملت ایران بیشتر کنن، از امروز خرید نفت، بیمه نفتکش های ایرانی و بانک مرکزی ما رو به اصطلاح تحریم کردن، کاری که بیشتر جنبه تبلیغاتی و رسانه‌ای داره تا آثار عینی و عملی. سابقه تحریم‌های ایران در غرب به 32 سال قبل، یعنی دوره جیمی کارتر برمی‌گرده. کارتر در عکس العمل به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و بعد از شکست حمله به تبس، دارایی‌های ایران را مسدود و خرید نفت را تحریم و صادرات و واردات کالا از ایران را هم ممنوع اعلام کرد. ریگان جانشین کارتر هم در سال‌های 1983، 86، 87 و 1988، یعنی در طول مقابله ملت ایران با تجاوز صدام، تحریم‌های ایران رو تمدید کرد و گسترش داد. بعد نوبت بوش پدر رسید که در سال 1992 فشارهای اقتصادی به ایران رو گسترش بده و هر سال تحریم‌های گذشته رو تمدید کنه. کلینتون رئیس جمهور بعدی آمریکا در سال‌های 1995 و 1996 مردم ایران رو کانون فشارهای بیشتر اقتصادی قرار داد. آمریکا در این دوره 35 کشور رو به خاطر معامله با ایران اصطلاحاً مجازات کرد. بوش پسر هم در 8 سال ریاست جمهوریش هر سال تحریم‌ها رو تمدید و برخی سال‌ها تشدید کرد. الان هم نوبت به اوباما رسیده که راه اسلاف خودش رو ادامه بده و شانس خودش رو برای به زانو در آوردن ملت ایران امتحان کنه. تحریم‌هایی که از امروز اجرا میشه در واقع 6 ماه پیش اعلام شد. همون موقع برای اینکه به غربی‌ها اعلام کنیم ملت ایران باکی از تحریم‌ها ندارن، سفرهای 6 کشور ایتالیا، اسپانیا، هلند، فرانسه، یونان و پرتغال رو احضار رو اعلام کردیم دیگه به شما نفت نمیفروشیم. بعد از این اقدام آمریکایی‌هایی که در ایجاد اجماع برای تحریم ایران ناکام شده بودند، 19 کشور رو که اغلب از خریداران عمده نفت ایرانن، از شرکت در تحریم‌ها مستثنا کردند. تحریم ایران رو از امروز شروع کردن، به نظر من از سالهای پیش شروع کردن. اتفاقی نیفتاده و اتفاقی اساسا نباید انتظار داشته باشیم که تحریم که امروز روز شروعش رو نامگذاری بکنن اتفاق جدیدی باشه. ما برای همه این اقدامات پیشبینی های لازم را که انجام دادیم. این تحریم ها هم به جای بر نمیخوره، چون ما کلا 18% از نفتمون رو به اروپایی ها میدادیم که رقم چندانی نمیشه. با نخریدن اونها تنها اتفاقی میفته اینه که به خریدارهای جدید نفت میدیم. دود افزایش قیمت ها هم میره تو چشم خود تحریم کننده ها. بازار نفت ایران و کیفیت نفت ایران و محصول نفت ایران محصولی است که در دنیا همه از وجودش استفاده میکنن و همه استقبال میکنن. مشتریان جدیدی هم به دنبال قرارداد با ما هستن برای اینکه ما بتونیم نفت صادر کنیم به اون کشورها که حالا داریم در حال مذاکره با بعضی از این کشورها هستیم، بعضیشون هم به نتیجه رسیده. غربی ها که به اعتراف خودشون در مقابل پیشرفت‌های ملت ایران کم آوردن، از یک طرف با عملیات روانی و از طرف دیگه شبکه بانکی و اقتصاد کشور ما رو هدف قرار دادند. ما بیکار نمی‌نشینیم که این بخواد اثر بگذاره اونچنانی که مورد نظر هست. بله، ما اینها رو به مرور داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، باش مقابله می‌کنیم و قطعاً هم با توجه به توان ذخایر ما یک کشوری مثل ایران به سادگی نمیتونه اون تأثیر مورد نظر رو داشته باشه. تاریخ نشون داده که هرچه فشار تحریم ها بیشتر شده، مردم مصمم‌تر پای انقلابشون ایستادن. پاسخ آمریکا و شرکای اروپاییش هم مردم بارها با صلابت دادن.